این ویدیو میخوام درباره رندهای آشپزخونه صحبت کنم براتون و بهتون نشون بدم که این رندهایی که جدید درست شده چقدر بهتر از رندهایی هستش که ما قبلا استفاده میکردیم. و اگه یادتون باشه ببینیم به این شکل رنده درست داشتیم، رنده ریز داشتیم، حالا اینا همش اومده توی یه دونه و همونجور که میبینین خیلی شکلشون هم با همدیگه فرق پیدا کرده. رنده کردن با اینا خیلی راحت تر، امکان بریده شدن دستتون خیلی کمتر. ببینید وقتی که دست رو اینا میکشین هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اینا تیزی و لبش یه جوری به سمت بالا، وقت مثلا برای خانوما اینا خیلی خطرناک. ناخن بلند که دارم وقتی رنده میکنم به قسمت تهش میرسه، معمولا ناخن میره یا این سر انگشتا گوشتش رو میزنن اگه تونی کار بکنه. ببینید مثلا خیلی تیزتر هستش، نمیتونم مثلا من خیلی فشار بیارم روش، ولی این یکی خیلی راحت تره و مثلا تیزی نداره. رنده کردن مواد غذایی با اینا هم خیلی متفاوت تر در میاد. مثلا من میخوام امروز پیتزا درست بکنم و خمیر آماده است و حالا میخوام یه دونه پنیر رو اینا رنده بکنم. پنیری که با این رنده میشه با پنیری که با اون رنده میشه زمین تا آسمون فرق داره. این لایه‌های خیلی نازک برمی‌داره و قشنگ شما می‌تونید اینو کامل پوشش بدید، ولی این به صورت کلوف کلوف برمی‌داره. حتی اگه با رنده ریزش هم شما استفاده بکنین بازم همین کار رو انجام میده. و مقدار پنیری که من مثلا با نصف پنیر می‌تونم اینو کاملا کاورش بکنم، ولی با یه دونه کامل پنیر همین قالبی که دارم کلش رو شاید نتونم کاور بکنم، واقعا اینکه خیلی کلوف برمی‌داره. مواد خوراکی سبزیجات هم همینطوری هستش. حالا چند تا رو من براتون انجام میدم که ببینیم به چه شکلی در میادش. اولین کارمون این هستش که یه پنیر رو بهتون نشون بدم چجوری رنده میکنیم. خب من میخوام یه لایه نازک از پنیر رو سطح این خمیری که باز کردم بریزم. ببینید اصلا فشار زیادی هم لازم نیست، همینجوری که میزنیم ببینید چه راحت اینو برمیداره اصلا لایه شو. و چقدر هم نازک میباره. ببینید لازم نیم مثلا خیلی به این فشار بدم، ولی اون یکی ها رو مثلا یادتون باشه هویج مثلا میخواستی چیز کنی اینجوری اینجوری باید فشار میدادی مچ تو فت کتف تو همه چیت میفته. این خیلی راحت نرم داره اصلا کارش رو انجام میده. بعد از این یه چند تا سبزیجات هم گرفتم خواستم رنده کنم، سوپی چیزی درست کنم بهتون نشون میدم. این چقدر راحت کارش میکنه. شستنش هم خیلی راحته. یعنی ببینید اون قبلی ها رو من چیز میکردیم تمام همه جاش پنیر میچسبید. ببینید اصلا چیزی میگم دوتا بته کنین درست میشه. بعد دسته های اینا هم خیلی جالب درست کردن. ها کنین اینجا یه دکمه گذاشته، اینو میچرخونیم به این شکل در میاد. مثلا برای خانوما خیلی کمک خوبیه به این شکل. حالا شما خیلی راحت یه دکوری مثلا چیز میکنی، اینو قشنگ میتونی اینجا رنده کنی، اینجا با دستتون بگیرین اینجا رندهش بکنی. این قارچ هم که رنده کردم لایه خیلی نازک انجام داد. و دوباره کارتون تموم شد این دکمهش فشار میده اینو برمیگرده سر جاش. همین راحتی. من شستن اینا کلی مکافات و درد سر از توبش و از این ور بشین ایناش هم خیلی تیزه، دست بزنین گوشتتون رو برمی داره راحته. این لبه هاش مثلا میره مواد خوراکی باید میسه باید نوک چاقو اینا موقع شستن باید ترتمیزش بکنیم. خود اینا رو باید برس بزنیم کلی دنگ و فنگ داره. ولی خیلی راحت، من واقعا از این راحت. یه ذره گرون هستش به نسبت اونا، در آن دو برابر اونا قیمت داره، ولی واقعا ارزش داره به نظر من. خیلی سبکتر هستش سینه پرکاه میمونه، اون چه خیلی سنگینه. خب حالا یه چند تا سبزیجات هم با هم دیگه رنده بکنیم ببینیم که چجوری در میاد. این شلغم هستش، این چقدر راحت اصلا زور زدن نمیخواد. نازک نازک این سیب زمینیه. رنده ریزش هم بزنیم
من روی سالادی دکور غذایی چیز خاصی بریزیم، با اینا میتونیم قشنگ کار بکنیم، چقدر چیز عالی هستش.